بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان و همراهان گرامی کانال آقای روباز. خوش اومدید به دوره جامع HTML و CSS. توی این دوره ما می‌خوایم به صورت جامع و کاملتر بیایم و با HTML و CSS آشنا بشیم و باهاش کار کنیم. و پیش نیازهایم که این دوره برای خودش داره HTML CSS مقدماتی هستش که با HTML و CSS مقدماتی گذرانده باشید. اگر دوره HTML CSS مقدماتی نگذروندید میتونید از طریق همین لینکی که الان تو این ویدیو قرار میگیره برید و واردش بشید و تماشا کنید. این از پیش نیازهای این دوره. اما حالا ابزاری که لازم داریم، یک ادیتور ما نیاز داریم، یه ویرایشگر برای اینکه بتونیم کدامون رو اونجا بنویسیم، که حالا هر ویرایشگری میتونه استفاده کنه، فرقی نمیکنه. ما توی این جلسه ما توی این این دوره میایم و از ویژوال استودیو کد استفاده میکنیم. شما میتونید از هر آیدی که مد نظرتون هست میتونید استفاده کنید، هیچ مشکلی نداره. مهم اینه که شما عزیزان راحت باشید. و دوم ابزارم که نیاز داریم یک بروزر هستش که ما توی این جلسه توی این من چه میگم جلسه توی این دوره میاییم و از کروم استفاده میکنیم با هم دیگه. و همین دو تا ابزار نیاز داریم که یک کروم هستش، یعنی یک وب بروزر هستش، و یکی دیگه هم یه آیدی هستش که فرق نمیکنه از چه آیدی استفاده کنید. توی این دوره ما میایم و از مثال های خیلی زیاد استفاده میکنیم، تمرین های خیلی زیاد و همچنین مینی پروژه های کوچیک کوچیک با هم دیگه انجام میدیم که انشاءالله دست شما عزیزان را بیفته. خب بریم سراغ ویژوال استودیو کد و جلسه اول با هم دیگه استارتش رو بزنیم. طبق معمول میایم و اینجا فایل HTML مون رو ایجاد میکنیم. index.html5. خب این سند HTML ما هستش و کدهای اولیه برای ایجاد یک سند HTML که ما در مورد اینا دیگه توضیح نمیدیم، که بگیم تگ HTML چیکار میکنه، اتریبیوت مثلا لنگ چیکار میکنه، هد چی هستش، این متا تگا چیکار میکنن، این اینیشیال چیه، یا این نیم چیه، این تایتل چی کار میکنه. دیگه در مورد اینم توضیح نمیدیم و فقط اون مباحث جدیدی که با هم دیگه کار میکنیم و میاییم و پیش میریم. پس اگه چیزی در مورد اینیشیال یا متا تگ ها اینا نمیدونید، باید برید سراغ دوره HTML CSS مقدماتی. خب بریم و تایتل ستادای تایتلش رو درستش کنیم. HTML introduction introduction معرفی HTML. که حالا میدونم این دوره چون جامعه هستش، من مجبورم که یه سری چیزای تکراری رو هم بازم بازگو کنم و بگم کمی حالا که سبب شاید بشه برای دوستانی که دوره جامعه HTML CSS دوره HTML CSS مقدماتی گذروندن. و خب مشکلی نیست، حالا با هم دیگه یه چند جلسه بیشتر نیست، با هم دیگه به صورت حالا کم تکراری میریم جلو، ولی از جلسات بعدی درست میشه. خب باید بگم که در واقع HTML حالا چی هستش؟ HTML یک زبان نشانه گذاری فرامتن و زبان علامت گذاری استاندارد هستش برای صفحات وب که مورد استفاده قرار میگیره و اینکه ساختاری صفحه وب را میتونه توصیف کنه و متشکل از مجموعی از المنت ها هستش، همونطور که اینجا ما میبینیم. و با این نکته هم توجه داشته باشیم که برخی از عناصر HTML هیچ محتوایی ندارن، مانند عنصر br که با هم دیگه قبلا کار کردیم به این شکل، که این عناصر خالی نامیده میشن، عنصرهای خالی نامیده میشن
عناصر خالی یک برچسب نهایی در واقع ندارند، به این شکل هستند، به صورت تگ بسته شده ندارند که بگیم اینجا تگ بی آر رو بخوایم ببندیم مثلا، به این شکل نیستش، این غلطه. خب ما از وب بروزر رو صحبت کردیم، حالا این وب بروزر ها چی هستن؟ مرورگرهای وب، همون کروم و اج و فایرفاکس و سافاری و غیره که هستن. هدف این مرورگرها چیه؟ هدفشون اینه که بتونن در واقع خواندن اسناد HTML و نمایش اونها به درستی هستش. مرورگر تگ های HTML ما رو نمایش نمیده، ولی در واقع برای اینکه تعیین نحوه نمایش سند رو استفاده میکنه، در واقع میاد و اون نحوه نمایشش رو توی سند ما مشخص میکنه. در مورد HTML ادیتور ها با هم دیگه هم بیشتر کار کنیم. خود ویندوز ما در واقع یک تکست ادیتور داره که همون نوتپد هستش، میتونیم با هم دیگه بیم و حالا با نوتپد هم یک مثالی بزنیم با هم دیگه کار بکنیم و بعد بیم سراغ اینجا. میام این قسمت استارت و اینجا نوتپدمون رو باز میکنه. یه تکست ادیتور مال خود ویندوز هستش، میتونیم بیایم و همینجا تگمون رو ایجادش کنیم. تگ هد و تگ بادی. البته دوستان اینم بگم که نیاز نیست حتما بیاین و تگ هدم داشته باشیم، ما میتونیم این اصلا نداشته باشیم، هیچ اجباری نیستش که بخوایم تگ هد داشته باشیم، میتونیم تگ باید اصلا تگ هد نداشته باشیم. داخل اینجا تگ پی اضافه میکنیم و داخلش یه متن رو مینویسیم. و اینا سیفش میکنی توی همین دسکتاپ و این کدینگش هم میذاریم روی حالت UTF-8 که بتونه از زبانهای سایر زبانهای دیگه هم پشتیبانی کنه، به اسم index.html. میتونیم از همین قسمت فکر کنم بود، نه خب فکر کنم همینجا هستش که بتونیم نوعش رو انتخاب کنیم که از نوع HTML باشه یا نه. index.html ولی داشتم نداره. سیو بازش کنیم. این متن هستش که ما اینجا نوشتیم و به این شکل میتونیم از نوتپد و سایر حالا ادیتورها استفاده کنیم که این ادیتور ساده خود ویندوز هستش. قسمت بعدی HTML Basic هستش که میایم و سری مقدماتی HTML با هم دیگه الان مرور میکنیم. من اینو ببندم، یه سند دیگه باز میکنم به اسم HTML Basic .html و HTML 5. خب ما گفتیم که تگ هد ننویسیم مشکل نداره و لازم نیست، یعنی اجبار نیست که حتما اینو بذاره، البته لازم که هست. خب یکیش اینه که عنوان سندمون رو میتونیم اینجا قرار بدیم، توی اینجا مشخصش کنیم و اینکه بخوایم حالت ریسپانسیو باشه یا نباشه باید از این تگ استفاده کنیم، اینکه از یه سری مرورگرها استفاده پشتیبانی کنه و اینو قرار بدیم، این تو تگ قرار بدیم. اگه بخوایم از
زبانهای سایر زبانهای جهان بتونه پشتیبانی کنه و این متد تگ رو قرار بدیم و خیلی چیزهای دیگه که میتونیم توی داخل تگ هد قرار بدیم. پس لازم میتونیم اینو لازم بدونیم که قرارش بدیم، ولی اگر نباشه اجرا میشه، جز چیز نیستش که بخوایم بگیم حتما باید قرار باشه و به این شکل بیاییم و تایتلمون هم درستش کنیم. HTML Basic. خب میرسیم به سراغ HTML Heading. HTML Heading اون عنوان های مهم توی HTML ما با تگ H1 و H6 درست کنیم که H1 به همین بنویسیم اول H1 میاد و مهمترین عنوان در واقع سایت میتونه قرار بگیره و H6 هم اینجا H6 میاد و حداقل عنوان مهم را تعریف میکنیم با این H6 و نمونه های از این با هم دیگه بزنیم. H1 This is a heading. به این شکل و ازش چند تا دوپلیکیت میگیریم. شما بشو H2. دوستان این که الان من نوشتم تغییرش هم 2 و این تگ بسته شده هم تغییر کرد به خاطر اینکه من IntelliSense نصب کردم، به خاطر IntelliSense های من هستش و مال خود ویژوال استودیو کد نیستش، این مال افزونه هستش که توی خود ویژوال استودیو کد هست و اونا رو من نصبش کردم. میتونیم بیاید و از همینجا یا توی خود گوگل بیاید و سرچ کنیم که best extension for VS Code و 20 از بهترین اکستنشن هایی که برای ویژوال استودیو کد میتونیم استفاده کنیم ما اینجا اومده و به ما نشون داده که میتونیم وارد سایتش بشیم و اون 20 رو دانلود کنیم و نصبش کنیم. یا میتونیم بیایم همینجا و فقط همین اسمش رو کپی کنیم و بیایم داخل اکستنشن اینجا سیو پیستش کنیم و اینجا میاد و به ما نشون میده که میتونیم بیاییم و همینجا حالا این اکستنشنی که من نصب کردم میتونید بیاید ببینید و از همین را میتونید استفاده کنید. این اوتو کلوز تگ هست که میاد به صورت وقتی تگ رو میبندیم خودکار اون تگش هم میبنده، خیلی تگ یعنی بازش میکنیم، خیلی تگ ایجاد میکنیم، اون تگ بستش هم ایجاد میکنم. حالا با هم دیگه ببینیم، مثلا من مینویسم H1 و به این شکل بذاریم H1 و الان وقتی که تگ رو میبندم خودش خودکار تگ بسته شدهش هم قرار داد به این شکل و اوتو رینیم هم میاد به خصوصات خودکار اسمش رو تغییر میده. وقتی ما داریم تغییر میدیم اون تگ بسته شدهش که مثلا اون طرف هستش اونم میاد و با اینکه ما داریم مینویسیم هم نامش میکنه و حالا این HTML snippet این دوتا snippet هستش که من استفاده میکنم، میتونید دانلود کنید و نصبشون کنید به همیشه به همین راحت. خب بریم سراغ کدای خودمون. اینم ببندیمش دیگه به این شکل و الان میرسیم سراغ قسمت پاراگراف ها و من توی کامنت بنویسم HTML paragraphs برای اینکه بتونیم تگ پاراگراف ایجاد کنیم و استفاده کنیم ازش باید از تگ p استفاده کنیم.
تگ پی و داخلش متنمون رو می نویسیم. This is a paragraph. به این شکل. حالا می کنیم چه هم مقداری که باشه قرار بدیم. به این شکل. و اینجا پاراگراف های ما رو نشون میده. مورد بعدی HTML لینک هستش. با هم دیگه الان کامنتش رو بنویسیم. HTML لینک و اینجا میبینیم و تگ A رو اضافه میکنیم برای اینکه بدونیم یک لینک توی سند HTML مون داشته باشیم و از تگ A استفاده کنیم. و توی دوره مقدماتی HTML و CSS گفتیم که اتریبیوت href میاد و برای ما اون آدرسمون رو مشخص میکنه، اون آدرسی که میخوایم براش تعیین کنیم. اگه قراره به آدرسی بره میتونیم اینجا آدرسش رو بنویسیم، اگرم نه میتونیم یه شارت بذاریم که بگیم یعنی میخوای به جایی بره، همین توی صفحه ایندکسمون باشه. میگیم مثلا آدرسش رو بنویسیم، میگیم که https در حالا دو نقطه slash slash dot apparat dot com slash به این شکل. و اینجا میتونیم اون متنی که میخوایم نمایش داده بشه بنویسیم به صورت لینک در واقع. بریم با هم دیگه خروجی ببینیم. رفرش و روی اگه کلیک کنیم باید بریم به سراغ کانال آپاراتمون به این شکل و با حالت لینک در میاد. و وقتی که موس رو روش نگه میداریم این پایین اون آدرسی که مربوط به این هست اینجا نمایش میده. خب بریم سراغ HTML ایمیج ها. خب برای اینکه بتونیم از تصاویر در سندمون استفاده کنیم باید از تگ img استفاده کنیم به این شکل. و دو تا اتریبیوت به صورت پیش‌فرض حالا میتونیم بهش بدیم، حتی این خودش حالا اینترنسس برای ما آورده. اتریبیوت اول src هستش، همون سورس فایل که در واقع آدرس اون عکس ما هستش که میتونیم انتخابش کنیم. و این alt هم در واقع alert alternative text هستش. alternative text در واقع همون مختصر شده ای همین alt هستش، مختصر شدهش alt هستش. خب بریم و حالا یه آدرسی بهش بدیم. البته من باید بیام و اول یه عکسی براش انتخاب کنم. خب این عکسی که من اینجا گذاشتم رو کپی میکنیم و به این قسمت اضافه میکنیم داخل گوشه ایمیجز. و اینجا آدرسش رو بهش میدیم، این بود گوشه ایمیجز و این عکس رو انتخابش کن. و این آلت هم میتونیم براش در نظر بگیریم، در واقع اون متن حالا پیشفرض میتونیم بهش بگیم یا متن جایگزین، یعنی زمانی که این آدرس کار نکرد و نتونست خودش لود کنه این عکس نتونست نمایش بده، متنی که جایگزین این قرار بشه رو اینجا ما مینویسیم. به این شکل. یه عکس هستش که حالا اینجا نمایش داره میده و با از تگ img استفاده کردیم. میرسیم به قسمت بعدی و
بخش آخر این جلسه. در واقع اینه که how to view HTML source چطور میتونیم نمایش بدیم کدهای منبع HTML مون رو به چه شکلی میتونیم نمایش بدیم. خب دو روش وجود داره، یکی اینکه میتونیم بیایم و راستگیری کنیم روی صفحه مون فرق نمیکنه کجا و view page source رو انتخابش کنیم و اون سورس سندمون رو به ما نشون میده، سند HTML مون رو میاد و به ما نشون میده. اگه بخوایم کمی حرفه‌ای تر عمل کنیم میتونیم روی همینجا بیایم و راست کلیک کنیم و روی inspect element کلیک کنیم. inspect element یه دیو تولزی هستش که برای ما کمی حرفه‌ای تر در عمل میکنه، به جای گرفتن سورس حالا کدش بخوایم سورس رو کامل اینجا ببینیم، در واقع به جای view page source میتونیم اینجا علاوه بر اینکه میتونیم کد ها رو ببینیم، کد های CSS اش رو هم با هم دیگه ببینیم و تغییر ایجاد کنیم و به صورت زنده بیم و یه تغییراتی رو اعمال کنیم. مثلا اینجا میتونیم بیم و متنش رو تغییر بدیم، مثلا بگیم که this is not a paragraph به این شکل. This is not a paragraph. و میتونیم بیایم همینجا بهش استایل بدیم، بگیم مثلا کالر شما رنگ رد رو قرار به خودش بگیره و میبینیم که رنگش رو میتونیم از همینجا بیایم و تغییر بدیم. مثلا میتونیم بیایم کدای این تگ img ببینیم، اگه استایل اینجا باشه استایلش نشون میده، اگه پدینگی مارجینگی بوردری داشته باشه اینجا میاد و به ما نمایش میده و همچنین اینجا ویتا هایتش رو به ما نشون میده. ویتا هایتی هستش که به صورت پیش فرض گرفت، یعنی به همون اندازه که خودش هست این عکس اومده و ویتا هایت گرفته. ویت 314 پیکسل در 161 پیکسل هایتش هستش. البته اینم باید بدونیم که اگه ما اینجا یه رفرش کنیم همه این تغییراتی که اینجا ما اعمال کردیم به حالت پیشفرض خودش برمیگرده و این تغییرات فقط برای خودمون هستش، برای یعنی هیچ تغییر روی خود کدهای اصلی ایجاد نمیشه بخواد اون کد رو تغییر، اون کد اصلا تغییری نمیکنه، فقط همین کدی که اینجا ما تغییر میدیم فقط تغییر میکنه. تو همینجا به صورت زنده یه تغییرات اعمال میکنیم، میتونیم حالا این عکس اینجا حذفش کنیم به این شکل الان حذف شد، مثلا اینو بیایم و همون کالرش رو یا بک‌گراندش رو بک‌گراند کالرش رو بیایم و تغییر بدیم به رنگ بلو مثلا به این شکل. و حالا اگه بیایم روی کدومون هم نگاه کنیم، مثلا اینجا this is a paragraph اینا بک‌گراندش رو تغییر دادیم، این this is paragraph هست که نوشتیم و هیچ استایل هم براش ننوشتیم، اینجا کد CSS هم وجود نداره که بخوایم بهش ایجاد شده باشه در واقع و میتونیم ببینیم هیچ چیزی تغییر نکرده تو اینجا، اینا همون کدای هستش که قبلا نوشتیم و هیچ تغییر ایجاد نمیشه. این فقط برای اینه که ما اینجا مثلا یک نمای کلی بخوایم از سایتمون داشته باشیم، مثلا بخوایم اگه مثلا من اینجا تغییر اینجا یه تغییر ایجاد بدم به چه شکل میشه، میخوام مثلا تغییرش رو ببینم، مثلا میتونم بیام اینجا فونتش رو تغییر بدم، دیگه مثلا میخوام ببینم فونت سایزش مثلا 20 پیکسل باشه چه شکلی میشه، مثلا به این شکل در میاد، اگه بیشتر بشه چی، مثلا میتونم بیشتر کنم. این به این شکل میتونیم به حالت زنده اون تغییرات رو ببینیم و اگه مورد پسندمون بود بیایم و اون فونت سایز مثلا 24 پیکسل رو من میام و توی کدای سی اس اس هم میام و اعمالش میکنم به این شکل. و این inspect element خیلی مفید هستش، یعنی اگه نبودش برنامه‌نویس‌ها داغون می‌شدن کلا، اصلا نمی‌تونستن لنگ می‌شدن، نمی‌تونستن بیا به اون صورت کارشون انجام بدن و خیلی کند می‌شدن توی روند برنامه‌نویسی حالا برنامه‌نویسیشون، حتی طراحی سایت کلا اصلا کارشون بیشتر با همین هستش طراحی سایت، اگه این inspect نبود واقعا لنگ می‌شد و نمی‌دونم واقعا باید چی کار میکردیم. خودم اگه این اسپکت نبود نمیتونست اصلا دیگه باید چجوری ادامه راه برم جلو، یعنی تا این حد مهمه. خب نم از این
پس اگه اومدیم و مثلا این تگ پاراگرافمون رنگش رو قرمز کردیم، حالا هر رنگی بهش دادیم، توقع نداشته باشیم که این کدها اینجا تغییر کرده باشه. و اینم فراموش نکنید که این کدی که ما اینجا تغییر دیدیم فقط در اون همینجا هستش و توی خود سند HTML و توی کدهای اصلی هیچ تغییر ایجاد نمیشه و به این مشکل دچار نشید که بیاد و همه تغییراتتون اینجا اعمال کنه، مثلا رنگش دید مثلا قرمز خوبه، بعد بیاد دوباره یه سری کدهای دیگه بهش اعمال کنید، به یه تگ دیگه کد اعمال کنید و تو اینجا بیا کدتون اعمال کنید، تو اینجا کدتون بیا اعمال کنید، مشکلی که ایجاد میشه اینه که دیگه بعد ممکن حواس نباشه رفرش کنید و اون کد از بین بره و مجبور بشید دوباره بیاید و کد رو بنویسید. کد رو وقتی دیدید که اینجا مثلا رنگ قرمز مثلا مناسبش هست، بیاید و رنگ قرمز اینجا بهش اعمال کنید که کد اینجا داشته باشید. و خیلی دوستان بعد که تازه وارد تازه یعنی آشنا شدن با دیو تولز و تازه اول رو هستن، این اشتباه میکنن و میان همینجا همه اون تغییراتشون رو اعمال میکنن و نمیان توی خود کدای اصلیشون ذخیره کنن، میان همینجا کد رو مینویسن و این مشکل براشون پیش میاد که وقتی که رفرش میشه کل صفحه اون تغییراتشون از بین میره و مجبور میشن که اون کد رو بیان و دوباره بنویسن. پس این اشتباه نکنید که بیاید همه کد اینجا تغییر بدید. پس فراموش نکنید که این کد که اینجا می نویسید فقط همینجا اعمال میشه. یه نکته هم که فراموش کردم اینه که حالا این ویژوال استودیو کد میتونیم از سی سایت ها دانلود کنیم، مثلا میتونیم بنویسیم که دانلود VS Code به این شکل و از سایت سافت 98 میتونیم دانلودش کنیم یا حالا یه سری سایت های دیگه مثل دانلود ها یا همین سافت 98 و ورژن 32 بیتی یا 64 بیتیش میتونیم بیاییم و نصب کنیم برای ویندوز یا مک و لینوکس و اینا رو دانلودش کنیم. این یه روش هستش، میتونید به این روش دانلودش کنیم. اگر نتونست از سایت رسمی خودش دانلود کنیم میتونید از سایت رسمی خودش ببینیم که Visual Studio Code و از سایت رسمی خودش هم میتونیم دانلود کنیم، فرق نمیکنه از هر کدوم که راحت هستید و میتونید دانلود کنید دانلود کنید. خب میتونیم از همینجا بیایم و الان خودش تشخیص داد که سیستم عامل من ویندوز هستش و اینجا برای ویندوز در واقع به صورت کلا رایگان هم هست، به صورت رایگان و اینکه برای ویندوز برای من تشخیص داد که سیستم عامل ویندوز هستش و برای من حالا این ورژن رو آوردم، میتونم روی این کلیک کنم و نصبش کنم یعنی واقعا دانلودش کنم. اگر بیادش خب نه، از همینجا دانلود رو انتخابش کنم. ای آقا ما گفتیم تو مارش تشخیص دادی بیای و خب بعد از همین جا انتخابش میکردم، یه کمی بیادب شده، از اینجا دیگه نمیشه انتخاب کردیم اینجا و به این ترتیب از اینجا با ورژن یوزر اینستالر میتونیم بیایم و نصبش کنیم. به این شکل یا میتونیم بیایم و از همینجا با توجه به اون حالا سیستم هایی که داریم میتونیم بیایم و انتخابش کنیم، حالا به صورت سیستم اینستالر یا یوزر اینستالر باشه که حالا از خود
وی اس کد من یوزر اینستالر هستش، میتونیم حالا 64 بیتی یا 32 بیتیش انتخاب کنیم و اونو نصبش کنیم. به این شکل. و حجم خیلی زیادم نداره، 79 مگابایت هستش و مراحل نصبش هم خیلی راحت هستش، نیکس نیکس هستش و میتونیم بزنیم و بریم جلو و راحتی میتونیم نصبش کنیم. نه من ببندم دیگه کاری باشه نداریم. به این شکل میتونیم از این اسپیک استفاده کنیم. این دوره به صورت کامل و جامع میخوایم برگزار کنیم. امیدوارم که از مطالب این جلسه راضی بوده باشید. تا جلسه آینده شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.